آیا انقلاب سال 57 ایران از اول اسلامی بود یا اسلامی شد؟ سلام بر شما و خوش آمدید به این ویژه برنامه صفحه 2. انقلاب سال 57 از طرف حکومت ایران سال هاست که انقلاب اسلامی خوانده می شود، عبارتی که بسیاری نسبت به آن حساسیت دارند، نه کسانی که از آغاز با انقلاب مخالف بودند، بلکه کسانی که خودشان را صاحبان انقلاب می دیدند اما فکر می کردند آیت الله خمینی و طرفدارانش از راه رسیدند و انقلابی که همه به ویژه گروه های سیاسی با دیدگاه های چپگرا در روی دادن و پیروزی آن نقش داشتند را از آن خود کردند. اما کسانی هم هستند که میگویند اسلامگرایان با امکانات وسیعی که در اختیارشان بود و جایگاهی که از اعتقادات مردمی میگرفتند از آغاز بازی را در دست داشتند. در این میان شخصیت‌هایی هم هستند که به نوعی دو گفتمان مارکسیسم و اسلام را به هم پیوند زدند. سرشناس‌ترین آنها علی شریعتی. در این برنامه ویژه 40مین سالگرد انقلاب ایران با میهمانانمان نگاهی می‌کنیم به اینکه چطور این انقلاب اسلامی شد که این حکومت اسلامی فعلی از آن سر برآورد. سه میهمان در این بحث داریم. حسن فرشتیان، محقق و پژوهشگر دینی از پاریس با ماست. سعید رهنما، استاد علوم سیاسی دانشگاه یورک کانادا از تورنتو همراه ماست. و مهدی خلجی، پژوهشگر ارشد مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاورمیانه از واشنگتن با ما همراه شدن. خوش آمد میگم به هر سه مهمان. من میخوام در آغاز یک سوال از هر سه شما بکنم و خواهش کنم که کوتاه جواب بدید برای اینکه ببینیم که هر کدوم از شما از چه نقطه‌ای وارد این بحث میشید. سوال من این هستش که به نظر شما انقلاب ایران از کی اسلامی شد؟ آقای خلجی اول شما بفرمایید، اگر کوتاه بگید ممنونم. انقلاب ایران از زمانی اسلامی شد که آقای خمینی توانست مخالفان مارکسیست خودش رو از میدان به در بکنه و در حقیقت این عمل در یک فرایند تدریجی صورت گرفت. یعنی وقتی که انقلاب شد آقای خمینی جوری وانمود میکرد که گویی تمام کسانی که انقلاب کردند سهمی در انقلاب خواهند داشت و میدونیم که بخش عمده ای از انقلابیون نیروهای چپ بودند که به اسلام اعتقاد نداشتند، اما به رهبری آقای خمینی برای انقلاب اعتقاد داشتند. ولی در روند تقریبا روندی که 2-3 سال طول کشید به تدریج جریانات چپ از انقلاب حذف شدند و سهم اونها از انقلاب قطع شد. بله. و انقلاب به معنای واقعیش اسلامی شد. آقای رهنما، خب طبیعتاً این نیروهایی که در انقلاب بودن و رژیم شاه با وجودی که نقش مهمی در توسعه اقتصادی اجتماعی ایران داشت، ولی از یک بحران مشروعیت مواجه بود و طبیعتاً سه گروه دشمن داشت. یکی به اصطلاح چپ‌های سوسیالیست، یکی ملی‌گرایان لیبرال و یکی هم اسلام‌گراها. و برخورد شاه طبیعتاً به این ستا متفاوت بود و طبیعتاً تو این قضیه وقتی که حالا دلایل انقلاب بحث جداگانه است، مسئله اینجاست که وقتی که در واقع بزرگترین نقش را همینطور که اشاره شد در واقع چپ و لیبرال ها داشتن در اینجا و مثال های زیادی هست که من بعداً در اینجا اشاره میکنم برای اثباتی و به هیچ وجه اسلام گراها نبود. اما در چه موقع اینا قدرت رسیدن؟ دو حادثه مهم در واقع اسلام گراها رو در این پروسه، یکی گروگانگیری سفارت هست که همه رو در واقع دوچار بحران کرد، یکی هم جنگ ایران عراق. اون نقطه آغازی است که از اون به بعد این اولیگارشی روحانی تبدیل میشه به یک اولیگارشی نظامی در دوران جنگ و بعد از اون تبدیل میشه به یک اولیگارشی نظامی و اقتصادی، اون چیزی که امروز هست. آقای فرشتیان نظر شما چی؟ بله، من فکر میکنم این کار به صورت تدریجی و مرحله مرحله انجام شد، اما در یک نگاه کلی در دو مرحله کلی انجام شد. در مرحله اول اسلامی شدن به معنای اینکه وجه اسلامی پیدا کنه، غالب تظاهر کنندگان، شرکت کنندگان در تظاهرات مسلمان بودند، با شعارهای اسلامی می اومدند. این در همون سال 57 تقریبا اتفاق افتاد، چون رهبری تظاهرات رو در کل ایران در شهرستان ها اکثرا دست روحانیت بود و روحانیت اون شبکه‌ای رو داشت که می توانست کنترل و هدایت کنه. این مرحله اول اسلامی کردن بود. تا اینجا فقط ما صفت اسلامیت داشتیم، اما مرحله دوم
بعد از پیروزی انقلاب بود که انگامی که اسلامی به معنای فقهی، یعنی اون چیزی که امروز متبادر میشه به ذهن به معنای فقهیه، گمان میکنم انگامی که آیت الله خمینی در نزاع بین تعهد و تخصص که در اوایل انقلاب بود، مکتبی و تعهد و تخصص، در اون زمان ابتدا خمینی سعی می‌کردند جنبه پدرانه و بی‌طرفی رو بگیرند و هر دو طرف رو داشته باشند، اما در نهایت به سمت اون جنبه تعهدی و مکتبی رفتند و دیگه ایشون از رهبری کشور و رهبری انقلاب خارج شدند و امام امت شدند. به نظر من اوج کار اونجا بود که ایشون امام امت شدند و مملکت رو به جای اینکه دست متعهدین بدن، به جای اینکه دست متخصصین بدن، گفتن متعهد بودن و مکتبی بودن کافی است. صحیح. به نظر میاد که هر سه آقایون اعتقادشون هست که بعد از انقلاب حالا این روند اتفاق افتاد از اون سالهای اولیه. اما من میخوام یه نظریه دیگه رو مطرح بکنم و نظرتون رو راجع به اون بپرسم. این نظریه که معتقده که اسلامی شدن این انقلاب از خیلی قبل تر اتفاق افتاده. مثلا اندیشمندانی مثل خانم آفاری معتقدن که این از اوایل قرن، از مثلا فدایان اسلام میاد، بعدتر از آقایان مثل اسدآبادی میاد، از کسان دیگری میاد که نگاه این چنین داشتن و دنبال این بودن و با توجه به این که به هر حال منبر و وعظ و اینها هم در دستشون بود، این امکان رو داشتن. آقای خلجی نظر شما چی؟ ببینید، بین انقلاب اسلامی و اسلام انقلابی باید تفاوت گذاشت. انقلاب اسلامی یک چیز متأخره، ولی اسلام انقلابی درسته. اسلام انقلابی با اخوان المسلمین در مصر و بعد جریان جماعت اسلامی پاکستان به رهبری ابوالاعلا مودودی در پاکستان و شبه قاره هند به وجود آمد و فدائیان اسلام در ایران در حقیقت به نوعی وارد کننده این عقیده بودن یا ایده بودن. و خب میدونیم که فدایان اسلام هم با اخوان المسلمین رابطه داشتن، هم با جماعت اسلامی پاکستان، و آثار اونها رو در ایران منتشر میکردن و آقای خمینی خیلی نزدیک بود به فدایان اسلام و اصلا سر فدایان اسلام با آقای بروجردی دعوا شد. و در حقیقت زمانی که آقای بروجردی فوت کرد، زمانی بود که مدتها با آقای خمینی قهر بود و آقای خمینی رو از خونه خودش رانده بود بر سر فدایان اسلام. و بعد خب آقای خمینی وقتی که ولایت فقیهش رو شما بخونید و با کتاب‌های سید قطب یا با کتاب‌های ابوالعلاء مودودی مقایسه بکنید، شباهت‌های بسیار بسیار زیادی می‌بینید. از جمله این که حاکمیت از آن خداوند هست، نوع تفسیری که از توحید می‌کنه، نوع تفسیری که از حاکمیت می‌کنه، نوع تفسیری که از فقه اسلامی می‌کنه. اینکه آقای خمینی گفت که فقه فلسفه عملی اسلام هست، در حقیقت حرف ابوالعلاء مودودی و سید قطب هست. و در حقیقت اسلام انقلابی یک تبار بلندی داره، خیلی بلندتر از انقلاب اسلامی. اما اون چیزی که ما انقلاب اسلامی میگیم یک امر متأخر هست. در سال 57 یک انقلابی رخ داد به رهبری یک مرجع تقلید شیعه، اما با مشارکت نیروهای غیر اسلامی و در جریان یک سری تحولاتی که میتونست به یک شکل دیگری هم صورت بگیره. یعنی شما معتقدید اون اسلام انقلابی منجر نمیشد به این انقلاب اسلامی بدون کمک گروه‌های چپگرا و مارکسیست؟ حداقل اونچه که اتفاق افتاد این بود. ما نمیدونیم که اگر جور دیگری بود چه میشد، ولی اونچه که اتفاق افتاد این بود که اسلام انقلابی در پی یک انقلاب اسلامی بود، اما اون انقلابی که رخ داد انقلابی بود که فقط به دست اسلامی ها نبود و بلکه جریان های چپ نقش خیلی مهمی داشتن درش. آقای رهنما، این نگاه به نظر میاد که نگاه شما هم هست، اینکه به هر حال چپگرایان نقش مهمی داشتن، اما من میخوام جور دیگه ای از شما این سوال رو مطرح بکنم. اگر چپگرایان میخواستن این انقلاب رو بدون کمک اسلامگرایان انجام بدن، آیا ممکن بود براشون؟ ببینید، من قبل از که این سوال جواب بدم میخواستم دنباله اون نکته قبلی رو بگم. ببینید، ما طبیعتا میتونیم ریشه تفکر انقلاب اسلام سیاسی رو حتی به قدیم هم ببریم، به قرن هشتم هم ببریم، به امثالم. اون شکی نیست که این تفکر وجود داشته، اما آنچه که مهمه مسئله اینجاست که انقلابی که در ایران اتفاق افتاد به هیچ وجه آغاز اسلامی نداره. اگر قرار بود انقلاب اسلامی بشه، در واقع میبایست در 1342 میشد، وقتی که شاه خمینی رو دستگیر میکنه و بعدم تبعید میکنه. مسئله اینجاست که سلسله دلایل مختلف اقتصادی و اجتماعی و بین المللی است که این
انقلاب رو به وجود میاره. و مسئله مهم اینجاست که اسلامی ها در ابتدا این نقش رو ندارن. درسته که فعال میکنه، فعالیت دارن، آقای خمینی تیپ پر میکنه و میفرسته، اما عمدتا در داخل هست که داره میجوشه، در زندانهای ایران هست که داره میجوشه. و وقتی که بحران میاد، در بحران اقتصادی میاد در اواسط دهه 50، طبیعتا ما سلسله اعتصاب هایی داریم در کارخانجات و امثال هم. و مسئله اینجاست که ببینید، من میخواستم دو مثال رو بزنم واسه شما که این خیلی مهمه برای اینکه نشون بدیم که چرا اسلامگراها در آغاز این قضیه نبودن. ببینید دو نهاد مهم ما در نظر بگیریم، یکی صنایع رو و یکی دانشگاه ها رو. در صنایع مثلا فرض کنید، در همون تجربه خود من در سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، خب اول در وقتی بحران‌ها به نزدیک به انقلاب داره میرسه، کمیته های اعتصاب تشکیل میشه در کارخانجات که تحت تاثیر نفوذ چپ تبدیل به شوراها میشه. ما وقتی که در واقع نماینده های شوراها رو از 110 کارخانه در سراسر ایران به دعوت کردیم به تهران، در اونجا یک کمیته 55 نفره از 100 نفر انتخاب شد، بعد یه هیئت اجرایی 16 نفره. وقتی که ما کنار هم نشستیم، دیدیم که در واقع هیچ اسلامگرایی در این گروه نیست، همه چپن یا لیبرالن یا تعدادی هم مجاهد. در دانشگاه هم ببینین، هم دانشجویان یا چپ بودن یا مجاهد، استادان هم اصطلاح سازمان ملی دانشگاهیان ایران به بنابه توضیحی که خود پایه‌گذاران این دانشگاه میدن، قسمت اعظم اینها استادان چپ بودن و لیبرال بودن. البته اسلامگراها هم درشون شخصیت های خیلی مهمی هم درشون بودن، اما حتی اونا هم نتونستن بیان بگن که ما اسم این دانشگاهیان رو بکنیم به اسلامی. سعی آقای رهنمان، بذارید من اینجا یه سوال ازتون میکنم. آیا فکر نمی‌کنید شما از پایگاه اجتماعی خودتون وارد این تحلیل میشین؟ شاید شما درست می‌فرمایید، در جایگاهی که شما و امثال شما، آدم‌هایی که به هر حال خودشون دانشگاهی بودن، پایگاه چپ داشتن، اونها به قضیه نگاه می‌کنن، دور و بر خودشون رو می‌بینن و میگن که آگه اینجا بیشتر اینها بودن و چپ‌ها بودن، ولی کسان دیگری هم هستن در شهرستان‌ها، در جاهای دور، که معتقدن که اونجاها بود که در واقع پایه این خروش جمعی و این حضور همگانی ایجاد شد و اونها پای منبر و پای وعظ و اینها می‌نشستن، مردم عادی بودن. ببینید، من تردیدی در این ندارم که اسلامیان نقش بسیار بسیار مهمی در انقلاب بازی کردن. ببینید، شروع بحث سر شروع این انقلابه. طبیعتاً وقتی که در واقع اسلامی ها به میپیوندن به این انقلاب، و وقتی که بالاخص آقای خمینی وعده میده که آب و برق همه مجانی خواهد شد، نفت فلان خواهد شد، طبیعتاً وقتی که توده مردم تحت تاثیر آخوندهای مساجد و امثال هم بسیج میشن، شکی نیست این تبدیل به یک جنبش توده ای میشه دیگه، به اصطلاح موجی رو به وجود میاره که سرانجام میشه انقلاب. یعنی من هیچ وقت انکار اون رو نمی کنم. مسئله سر شروع و آغاز این قضیه هست. به سوالی که شما از خود من کردین که آیا چپ میتونست به تنهایی این کار رو بکنه، جواب میکنه نه، نمیتونست. ببینید، چپ و حتی لیبرال ها طبیعتا اینها اقلیت هایی بودن و در اونجا هنوز این زمینه آمادگی نبود که در واقع بتونن که این کار رو انجام بدن. و متاسفانه به جای اینکه وحدتی بین نیروهای مترقی و سکولار انجام بشه و به تدریج جامعه رو ببره جلو، این تبدیل شد به یک انقلابی که در غیاب رهبری دیگه آقای خمینی شد رهبر و بقیه هم به دنبالش افتادن. بحث دیگه که همینواره مطرح میشه، بحث استفاده از گفتمان چپ در میان اسلامگرایانی مثل آقای شریعتی، از کسانی که سعی کردن بین این دو یک همزیستی ایجاد بکنن که از طریق اون بتونن یک گفتمان غالب رو پیش ببرن در جامعه‌ای که به هر حال اعتقادات مردم اعتقادات اسلامی بود. آقای فرشتیان، به نظر شما چقدر این کار پیش رفت و آیا اصلا چنین چیزی ممکن بود؟ مثلا کسی مثل آقای جزنی در اون جزوه معروفش میگه که اگر شما بیایید اسلام رو به این شکلی که میخواید تزیین بکنید، به شکلی که مردم پسند باشه، در واقع بتونید بخواید راه وسط رو بگیرید که هم مارکسیستا بیان هم اسلامیستا بیان با هم دیگه در یک جا قرار بگیرن، در نهایت اون توده مردم میرن به سمت اون اسلامی که میشناسن، اون اسلامی که همونطور که گفتیم پای منبر هست و پای وسط هست. نظر شما چیه؟ آیا میتونست اصلا نگاه آقای شریعتی موفق باشه؟
بله، عرض کنم که ببینید ما وقتی صحبت از نگاه انقلاب اسلامی یا نگاه اسلامی شدن کشور رو میکنیم، بستگی داره منظور ما چی باشه. اون نگاهی که امروز وقتی ما صحبت از انقلاب اسلامی میکنیم با اون نگاهی که سید جمال الدین اسدآبادی یا در دورانهای اخیر دکتر علی شریعتی داشتن کاملا متفاوته. یعنی سید جمال الدین اسدآبادی برای جنبه بیدارسازی اسلامی، برای نهضت ضد استعمار به رفرانس های اسلامی رجوع میکنه، و شریعتی برای رجوع به عدالت اجتماعی و برای ضدیت با استبداد و برای آزادی باز به رفرانس های اسلامی شروع میکنه. این کاملا متفاوته با اون برداشتی که ما امروز داریم از انقلاب اسلامی و کشوری که اسلامی شده. همین آیت الله خامنه‌ای که امروز به عنوان رهبر کشور هستند، شما در نظر بگیرید قبل از انقلاب در شهر مشهد، در حوزه علمی مشهد، جزو نزدیکترین روحانیون انقلابی به شریعتی بودند. یعنی اینها یک گفتمان مشترکی داشتن. من اون زمان در حوزه مشهد بودم و اتفاقا آیه خامنه‌ای از این جهت بین ما طلبه ها یک چهره خاصی داشت، چون ایشون رو همراه و همدل با شریعتی میدونستیم. اما اون شریعتی و اون خامنه‌ای سال 56 55 57 با خامنه‌ای سال امسال کاملا متفاوته. یعنی در اون زمان گفتمانی که اینها رو به هم وصل میکرد گفتمان عدالت خواهی بود. در گفتمان عدالت خواهی بیشک گفتمان سوسیالیست‌ها هم در همین مسیر میتونه باشه. یعنی در اینجاست که ما میبینیم بحث خداپرستان مسلمان ابوذر سوسیالیست پیش میاد و اینها میتونن همخوانی داشته باشن. اتفاقا در انقلاب سال 57 یکی از دلایلی که آیت الله خمینی توانست رهبری انقلاب رو به دست بگیره اینه که اصلا گفتمانشون دیگه اون گفتمان اسلامی به معنای فقهی نبود. یعنی اون گفتمان سال 42 آیت الله خمینی فراموش شده بود. گفتمان سال 48 کتاب ولایت فقیه در سال 57 فراموش شده بود. ایشون اومد اون محوریت، نقطه محور گفتمانهای مختلف رو ایشون جمع کرد. این گفتمانها در بین چپها و در بین مسلمان ها حداقل در دو جا با هم اشتراک داشت، یکی عدالت خواهی و دوم ضدیت با استبداد، و آقای خمینی هم بر همین دو نکته تکیه میکرد. و دلیل موفقیت این گفتمان، شما میبینید گفتمان شریعتی که اشاره کردی در همین راستا بود و هم پوشیانی داشت. فکر میکنید در دست کم ده سال اول تلاش مسئولان یا دست کم اونچه که در ظاهر دیده میشد این بود که بر اساس همین شعارها هم عمل بکنه، مثلا شعار اسلام پابرهنگان، اسلامی که میتونست در واقع برای مستضعفان مشکلاتشون رو حل بکنه، از همونجا میاد دیگه. و یه مقدار در واقع اون دولت‌های چپگرا که به نظر میومد که آقای خمینی هم باهاشون همساس است، چطور اون آقای خامنه‌ای که شما ازشون به این شکل یاد میکنید در دهه‌های بعدی به اون نگاه به نظر میاد که نگاه مثبتی ندارن و کاملا حتی در همون 10 سال اول هم نگاه آقای خامنه‌ای با بقیه کسانی که در دولت آقای موسوی بودن در این زمینه تفاوت عمده داشت، چرا فکر میکنید؟ بله، تغییراتی که در انسان‌ها ایجاد میشه دلایل متعددی میتونه داشته باشه. اما اون آقای خامنه‌ای که قبل از انقلاب، آقای خامنه‌ای که با روشنفکران، با شعرا در مشهد نشست و برخاش میکرد و اصلا در بخش‌های سنتی حوزه ایشون جایگاه و پایگاهی نداشت، یعنی فقط در بین دانشجویان پایگاه داشت، به نظر من بعد از انقلاب ایشون تغییر پایگاه داد. یعنی به دلایل متعددی ایشون حتی همون اوایل انقلاب در زمان آیت الله خمینی ایشون به گفتمان راست متمایل شد. اما من اینجوری معتقد نیستم که انحرافاتی که در انقلاب ایجاد شده در دهه دوم انقلاب، یعنی در دهه رهبری آیت الله خامنه‌ای آغاز شده، بلکه معتقدم از همون زمان آیت الله خمینی خود ایشون پایه این رو گذاشت. یعنی آن چیزی که ما امروز می‌بینیم نتیجه منطقی کاری است که آقای خمینی بنیانگذاری کرد. اگر آقای خامنه‌ای هم نبود، کسی دیگری هم جانشین ایشون میشد، به همین مسیر میآمد. اما دولت‌های دهه اول انقلاب از جمله دولت مهندس موسوی که جنبه عدالت خواهی و جنبه نگاهی به مستضعفین داشتن، طبیعتاً ما هنوز در عصر انقلاب بودیم، هنوز این گفتمان انقلاب بود، و این به مرور که ما میایم جلوتر از این گفتمان فاصله میگیریم. شما در دهه اول نگاه کنید، همه فدایان و قربانیان، کسانی که حاضر بودند جان خود رو فدای رهبری انقلاب بکنند، اینها ایمان داشتند به گفتمان آقای خمینی، اینها صادقانه باور می‌کردند.
اما در دهه‌های بعد اینجا منافع اقتصادی است که افراد رو دور رهبریت نظام و دور مرکزیت جمع میکنه. لذا به نظر من دیگه این گفتمان امروز یعنی هواداران خودش رو در بین توده‌های مردم جستجو نمیکنه. امروز هواداران خود رو با دادن امتیاز و با دادن امتیازات مختلف مادی اونها رو ارضا میکنه. حالا ما باز به این بحثی که شما الان آغاز کردید برخواهیم گشت، برای اینکه این بحث مهمی است چون نگاهی به آینده داره، ولی من باز میخوام هنوز در گذشته کمی بمونیم و نگاهی بکنیم به نقش خود شاه. خود شاه چطور به این وضعیت دامن زد؟ آقای خلجی نظر شما چیه؟ اجازه بدید من دو نکته بگم در مخالفت با آقای رهنما و آقای فرشتیان. در مورد اون چه که آقای رهنما گفتن که اسلام انقلابی رو میشه تبارش رو به قرن هفتم و هشتم برد، درست نیست. اسلام انقلابی یک پدیده مدرن هست و در عصر مدرن به وجود آمده و همونطور که گفتم در آغاز قرن بیستم با فروپاشی خلافت عثمانی و بحران عظیم سیاسی که در جهان اسلام به وجود آمد، در شرق و غرب جهان اسلام ایده اسلام انقلابی به وجود آمد و تفسیر جدیدی از مفهوم حاکمیت، مفهوم قانون و حتی مفهوم اسلام درست شد و در حقیقت ایران هم تحت تأثیر اون قرار گرفت. بنابراین ما با یک پدیده مدرن مواجه هستیم که واکنشی است به مقتضیات جامعه مدرن. و در مورد نکته که آقای فرشتیان گفتن، آقای خامنه ای اتفاقا به نظر میرسه که از نظر فکری بسیار منسجم هست. آقای خامنه ای قبل از انقلاب چند کتاب از سید قطب ترجمه کرد و یکی از هواداران فدائیان اسلام بود و در حقیقت به اسلامی اعتقاد داشت که وطن رو تمام جهان اسلام میدونست و وطن رو منحصر به ملیت نمیدونست و همینطور معتقد به حکومت اسلامی بود. بنابراین الان هم شما اگر به صحبت آقای خامنه ای نگاه بکنید، مخصوصا وقتی که به ایده ایشون در مورد تمدن اسلامی یا چشمانداز رسیدن ایران به تمدن اسلامی و جهان اسلام نگاه کنید، اینا همه حرفای سید قطبه. و اگر شما آثار سید قطب رو با صحبت‌های آقای خامنه ای مقایسه بکنید، شباهت‌های بسیار غریبی پیدا می‌کنید و می‌بینید که آقای خامنه ای در 40 سال گذشته، 40-50 سال گذشته از نظر ایدئولوژیک تفاوت نکرده. ممکنه از نظر سیاسی تفاوت کرده باشه. آقای خامنه ای یه موقع نزدیک به آقای رفسنجانی بود، یه موقع علیه آقای رفسنجانی شد. اینها تفاوت‌های سیاسی است یا تغییر موضع دادن‌های سیاسی است، ولی از نظر ایدئولوژیک آقای خامنه ای تغییری نکرده. و فراموش نکنید که ایده انقلاب کلاً یک ایده مارکسیستیه. ما در اسلام نه انقلاب داریم نه عدالت داریم. فقه اسلامی فقهی است مبتنی بر تبعیض و ضد عدالت است. عدالت به مفهوم امروزی، عدالت خواهی یک مفهوم کاملا مارکسیستیه و انقلاب یک مفهوم مارکسیستیه و طبیعتا اسلام انقلابی یک نوع اسلامی هست که تحت تأثیر مارکسیسم قرار گرفته و در حقیقت سعی میکنه که با مقولات و مبانی مارکسیستی اسلام رو بفهمه. بنابراین وقتی که ما از اسلام انقلابی صحبت میکنیم، این اسلامی است که عمیقا مارکسیستی شده و در حقیقت مفاهیمی رو وارد اسلام کرده که در اسلام وجود نداشته. چون اسلام یعنی سنت، سنت یعنی حفظ اون ساختارهای موجود و وضعیت موجود. خب آقای خلجی، چه کسی اسلام رو مارکسیستی کرد؟ آیا فکر میکنید که این نقش همین آقایون مثل خمینی یا خامنه‌ای بود؟ بله، یک فرایند تدریجی بود. اولا یک روند جهانی بود، همونطور که گفتم در جهان اسلام این اتفاق شروع شده بود خیلی قبلتر در ایران و بعد با فدائیان اسلام این امر رخ داد، وارد مرحله جدیدی شد در ایران و بعد شریعتی. من تعجب میکنم از آقای رهنما که اینقدر نقش نیروهای مذهبی رو کم میگیرن. حسینیه ارشاد نقش مهمی داشت در جذب دانشگاهیان ما، در جذب طبقه متوسط شهری به سمت اسلام، اون چیزی که در حقیقت اون رو رقیب بسیار مهم جریانات چپ میکرد. یعنی شریعتی با یک موجی در جامعه ایران ایجاد کرد که هرگز نظیرش در تاریخ معاصر ایران تکرار نشده. فراموش نکنید که کتاب‌های شریعتی به گواه کسانی که در بازار کتاب هستن، کتاب‌های شریعتی بیشترین کتاب‌هایی است که در تاریخ نشر در ایران خونده شده و چاپ شده. بنابراین چی شد که بعد از انقلاب آقای شریعتی اون جایگاهی که تصور می‌رفت باید داشته باشه در میون انقلابیون رو آروم آروم از دست داد؟ چی شد این موقعیت؟ به دلیل اینکه ما بعد از انقلاب ما با فقهی شدن حکومت و با فقهی شدن اسلام مواجه هستیم. صحیح. اسلامی که شریعتی ازش دفاع می‌کرد
اسلام فقهی نبود. فراموش نکنید که اصطلاح امام امت رو شریعتی ساخت. شریعتی یک سخنرانی داره به نام امت و امامت و از دموکراسی متعهد دفاع میکنه و در حقیقت معتقد هست که رهبری جامعه باید به دست امام باشه یا یک شخصی که متعهد به ایدئولوژی هست و این اصطلاحات رو آقای شریعتی ساخت. ولی شریعتی مخالف با روحانیت سنتی بود، مخالف با حکومت فقهی بود و زمانی که قرار شد که در ایران حکومت اسلامی به مفهوم حکومت فقهی بشه، طبیعتاً فاصله بسیار آشکاری با آرا و اندیشه‌های شریعتی گرفته شد. آقای رهنما شما بفهم. ببین من چند نکته رو باید اینجا بگم. اول تردید نیست که در واقع اون جریانات سیاسی اخیر جریانات مدرن هستن، اما ریشه اینها رو ما الان وارد این بحثا نمیتونیم بشیم، فرصتی نیست. ریشه اینها رو اگه بخوایم تاریخی بریم به ابن حنبل میرسه در واقع، که شما دو خانش در اسلام رو میدیدین مثل هر مذهب دیگری، یک خانش لیترال کلام به کلام، یکی رشناله. در واقع این اسلام سیاسی امروز درسته که عکس العمل به جریان مدرن هست، حتی عکس العمل به جریانات امپریالیستی است که این اتفاقا میفته، اما ریشه‌اش رو به اونجا میبرد. اما ببینید چند نکته رو من در اینجا اشاره کنم. ببینید در مورد آقای شریعتی و کسانی مثل آل احمد و امثال هم، شکی نیست که شریعتی نقش بسیار بسیار مهمی داشت. اما چرا؟ ببینید در شرایطی که بسیاری در زندان‌های سیاسی بودن، حسینیه ارشاد برنامه‌های هفتگی برای آقای شریعتی می‌ذاره. چرا؟ چون در اونجا باز برمیگره به شرایطی که ببینید دوران جنگ سرده، وحشت امریکا و شاه از چپ و از سوسیالیسم سبب میشه که با از یه طرف با روحانیون کمتر مقابله کنه، خیلی اونها رو تقویت میکنه، بعضیشون هم با رژیم کار میکنن. بعدم شخصیت های مثل شریعتی و آل احمد در حالی که چپ ها در زندان هستن، آقای شریعتی حتی در روزنامه کیهان بر علیه مارکسیسم چیز میمیسه. این طبیعتا شکی نیست که در غیاب صداهای دیگه این صداها بیشتر مطرح میشن و میان در انقلاب. نکته ای هم که در واقع باز اشاره شد که در دوران آقای موسوی، ببینید در دوران اول انقلاب، دوران اول انقلاب هنوز دوران فضای انقلابی است که انقلاب به خاطر از جمله عدالت اجتماعی، از جمله آزادی ها و امثال هم انجام شد و رژیم هنوز اون در واقع اون متامورفوز که بعدن گرفت نگرفت بود. به همین دلیل چاره‌ای نداشت که یه مثلا ما اون موقع اسلامیست پوپولیست داشتیم که دلش میخواست به مردم. امروز دیگه ما نداریم اون رو. در واقع چرا؟ چون همه اونا هم حتی حذف شدن، حتی زندان هم دهه هست که بسیار شدن و بسیاری از همین کسانی که فعالان قبل از انقلاب بودن در نهایت یا کشته شدن یا مجبور به ترک کشور شدن. در رابطه ما با شرایطی که در واقع شرایط عینی که در ایران چه از نظر جهانی و چه در داخل ایران اتفاق افتاد، باید این رو نگاه کنیم. من باز میخوام برگردم به همون سوالی که مطرح کردم و جواب نگرفتیم از آقای خلجی، چون صحبت های دیگه مطرح شد. من میخوام در مورد گفتمان شاه یه مقدار بیشتر صحبت بکنیم. شاه میاد و گفتمان انقلاب سفید، همون بحث انقلاب که شما میگید یک بحث مارکسیستی هست، رو وارد میکنه. به هر حال انقلاب سفید هم به نوعی یک انقلاب سوسیالیستی هست، نمیدونم اراضی و بحثایی که داره همه یه مقدار میبرش به اون طرف. چرا اصلا شاه چنین گفتمانی رو آغاز میکنه؟ چرا اصلا بحث انقلاب رو خودش میاد به دست میگیره؟ فکر نمیکرده که ممکن هست که این باعث بشه و یعنی شروع یک داستانی بشه که ادامهش ممکنه که از دستش خارج بشه؟ ببینید انقلاب در اون عصر یک ایماج و یک آرمان جهانی بود، یک امری بود که یک استعاره بود که جذابیت داشت، همه ملت ها رو به سمت خودش میکشوند، توده ها همه جذب انقلاب میشدن. انقلاب همه جا یک چیز محبوبی بود، همه جا یک چیز خواستنی بود و در حقیقت جریان های سوسیالیستی و مارکسیستی در سراسر جهان انقلاب رو به یک معشوق همگانی بدل کرده بودند. به همین دلیل هم بود که وقتی شاه میخواست برنامه اصلاحات ارضی و برنامه اصلاحات اجتماعی و سیاسی خودش رو پیش ببره، اسم اون رو انقلاب گذاشت،
نه اصلاح، چون انقلاب خیلی مهم بود و نشون میداد که پیشرو هست و مترقی هست. وقتی که میگفتن مترقی و مرتجع، مرتجع کسی بود که با انقلاب موافق نبود و طرفدار حفظ نظم موجود بود، و انقلاب، انقلابی کسی بود که مترقی کسی بود که با ایده پیشرفت توافق داشت. در حقیقت پیشرفت که یک مفهومی است که از دوران روشنگری به این طرف مطرح شد مقدس شده بود، پیشرفت مقدس بود و بنابراین هر کس که طرفدار پیشرفت نبود مرتجع بود. توجه داشته باشید که اگر کسی امام احمد حنبل رو خونده باشه و اگر کسی سنت اسلامی رو بشناسه، میدونه که در سنت اسلامی مبارزه علیه نظام حاکم و برانداختن نظام حاکم یک چیز به اصطلاح ستودنی و یک چیز مطلوبی نیست. حتی امام احمد حنبل هم قیام علیه حکومت رو حرام میدونه. آقای خمینی در کتاب کشف الاسرار در سال 1323 به آقای حکمی جواب میده و میگه که روحانیت هرگز در پی به دست گرفتن قدرت و برانداختن سلطنت نبودن. میگه در تاریخ شیعه ما هیچ روحانی رو نداریم، هیچ مرجع تقلیدی رو نداریم که علیه سلطنت قیام کرده باشه و بخواد جای سلطان بنشینه. این آقای خمینی سال 23 آقای خمینی سنتی است، یک فقیه سنتی است. ولی آقای خمینی سال 42 به بعد که میگه که ما میخوایم انقلاب کنیم و بعد کم کم میگه ما میخوایم سلطنت رو براندازیم، یک امام خمینی یا به اصطلاح امام امتی است یا امام خمینی انقلابی هست، یک فقیه انقلابی هست که تحت تأثیر جریان‌های انقلاب اسلامی هست، اسلام انقلابی هست. و اسلام انقلابی یک مفهوم جدیدی است که متأثر شدیداً از مارکسیسم، و بدون مارکسیسم هرگز نمیتونست به وجود بیاد. شاه هم در حقیقت میخواست انقلاب سفید رو به عنوان یک جایگزینی به جای انقلاب سرخ و انقلاب در حقیقت سوسیالیستی مطرح بکنه، اما متوجه به این نکته نبود که اون چه که داره اتفاق میفته تحول از پایین هست نه تحول از بالا. بنابراین برنامه اصلاحات ارضی شاه نتیجه معکوس داشت، چون که روحانیت و ملاکین بزرگ دو پایگاه سنتی سلطنت در ایران بودند، شاه به دست خودش دو پایگاه سنتی سلطنت رو نابود کرد. و در حقیقت اصلاحات ارضی به زمانی شاه سرنگون شد که اصلاحات ارضی اتفاق افتاد، یعنی پایه‌های سلطنت به دست خود شاه نابود شد. اگر روحانیت به عنوان پایگاه سنتی سلطنت و ملاکین بزرگ حفظ شده بودند، قطعاً انقلاب ایران به وجود نمی‌آمد. جالب این اشاره که کردید به روحانیت، برای اینکه به نظر میاد که آقای فرشتیان، شاه در تمام طول سالهایی که حکومت میکرد تلاش کرد که چهره اسلامی خودش رو هم با رفتن به حج، با کارهای اینچنینی، با اینکه میگفت مثلا برخی از بزرگان اسلام حامی او هستند، در اون چیزهایی که در مورد خودش میگفت، سعی میکرد این جنبه رو حفظ بکنه، یعنی به مردم بگه من هم با اعتقادات شما همراهم. چه شد که این رو نتونست کماکان حفظ بکنه برای اون سالهای آخر؟ چه شد که اون جای، یعنی جایگاه اسلامی شاه چطور متزلزل شد؟ بله، عرض کنم که اگه اجازه فرمایید، من فکر کردم شما بنده رو فراموش کردید، چون دور قبل صحبت‌های خلجی بخشش مربوط به نقد صحبت‌های بنده بود. اگه اجازه فرمایید من هر دو رو با هم عرض می‌کنم. اول برمیگردم در مورد مطالبی که آقای خلجی اشاره کردن، دو نکته رو اشاره کنم. یکی در مورد آقای خامنه‌ای، اون گفتمان آقای خامنه‌ای که عوض شد، منظور من که در قبل از انقلاب انقلابیون همه به نوعی هوادار جریان‌های نوعی عدالت اجتماعی بودند، یعنی همه عدالت خواه اجتماعی بودند. طبیعتاً در دهه اول انقلاب این نوع عدالت خواهی اجتماع به سوی جریانی که در اول انقلاب به نام جریان چپ محسوب میشد میشه وارد اون گفتمان شد، در حالی که گفتمان آیت الله خامنه‌ای از همون اوایل انقلاب به گفتمان راست غلطید، یعنی از اون گفتمان چپ که جنبه عدالت خواهی و به نوعی جنبه اقتصاد مردمی و سوسیالیستی نزدیک بود، ایشون به سمت اقتصاد سرمایه‌داری و به سمت جناح راست و جناح بازار غلطید. تفاوت چرخش آیت الله خامنه‌ای این بود. اما نقطه اشتراکی که ایشون با شریعتی و با سایر مبارزین در اون زمان داشت، گفتمان عدالت‌خواهی بود که من فکر می‌کنم این گفتمان کلاً فراموش شده. اما این گفتمان عدالت‌خواهی آیا اسلام، آیا چیز مدرنی است مثل اسلام انقلابی که از دوران‌های معاصر اومده باشه، از گفتمان کمونیستی اومده باشه؟ من گمان می‌کنم ما اگر به رفرانس اسلام نگاه کنیم،
در قرآن اولین رفرانس ماست، در قرآن صریحا اشاره میکنه که اصلا انبیا اومدن لیقوم الناس بالقسط، یعنی اون عدالت اصلا یکی از اهداف بعثت انبیا بوده. این از خود قرآن، آیات قرآن که اشاره به اون میکنه، حتی آیات قرآنی که اشاره میکنه که اومدن تا انسانها رو تعلیم بدن، لیعلمهم ولیزکیهم، بعد آخرش داریم ما لیقوم الناس بالقسط، تا عدالت رو اجرا کنن. یعنی عدالت گفتمان جدیدی نیست، از همون صدر اسلام یکی از اهداف اسلام بود. اتفاقا یک دلیلی که در به پیغمبر اسلام افراد مختلفی گرویدن این بود که در پیام پیامبر نوعی عدالت خواهی جست پیدا کردن. و یک کلمه فقط باز اشاره کنم، گفتمان شاید که از گفتمانهای کلیدی نهج البلاغه در مورد حکومت و ارتباط اون با عدالته، که حضرت وقتی حکومت رو میگیرن میگن که اگر خداوند این پیمان را نگرفته بود از علما که لا و ما اخذ الله علی العلماء الا یغاروا علی کذت ظالم ولا علی ثغب مظلوم لالقیت حبلها علی قاربها ولا سقیت کأس اولها باخرها، که اگر خداوند این پیمان رو از علما دانشمندان نگرفته بود که بر گرسنگی مظلومین و بر شکمبارگی ظالمین سکوت نکنند، من افسار حکومت رو رها می‌کردم به حال خودش. عرض بنده اینه که این گفتمان عدالت خواهی گفتمان مدرن نیست. بسیاری از مذاهب، شاید اکثر مذاهب از جمله مذهب اسلام، اصلا گفتمانشون رو با عدالت خواهی شروع کردن. والا اینکه نماز چند رکعته و عبادات اینها نبود که مردم رو به اسلام جذب می‌کرد و سایر ادیان، این عدالت خواهی بود. برگردم به این سوال اخیر شما عزیز بفرمایید در مورد اینکه چرا گفتمان شاه نمی‌توانست جلب اعتماد روحانیت بکنه. به نظر من ریشه در دو چیز داشت، یک ریشه عمیق تاریخی و دوم ریشه رفتار مقطعی شاه. اما اون ریشه عمیق تاریخی اینه که در گفتمان فقهای شیعه هر حکومتی غیر از حکومت امام زمان حکومت قاصب تلقی میشد. یعنی ما برای اولین بار در طول تاریخ تشیع با حکومتی هستیم که برخی از فقهای شیعه مثل آیت الله خمینی این رو نایب امام زمان میدونن و حکومت عادل میدونن. تا قبل از این در زمان شاه گفتمان غالب این بود که هر حکومتی قبل از اینکه امام معصوم ظهور کنه و اون حکومت رو به دست بگیره قاصبه. حتی در زمان مشروطه وقتی نائینی تنبیه المله و تنزیه الامه و تنبیه المله رو مینویسه در اون کتاب خود، باز با همین، یعنی میگه ما فرض بر اینه که این حکومت قاصب است، اما ما میتوانیم با شورا، با قانون اساسی، بخش‌هایی از ستمی که حکومت قاصب میخواد انجام بده این رو کم کنیم. یعنی بنا بوده این حکومت، این یک اصل کلی در تفکر فقهی شیعه و روحانیون شیعه است. اینه که لذا ما میبینیم در طول تاریخ روحانیون شیعه اکثراً شاه رو به رسمیت نمیشناسند، یعنی میشه گفت به صورت دو فکتو به رسمیت میشناسند، یعنی او قاصب جایگاه امام زمان است. و نکته دوم ریشه در رفتار شاه هم داشت. من فکر میکنم اکثر روحانیون قبل از انقلاب که با شاه میشه گفت اکثرا با شاه مخالف بودند، از جنبه انقلابی و مبارزگری نبود که با شاه مخالف بودند، بلکه بیشتر از جنبه، برای اونها از جنبه ظواهر اسلامی بود. یعنی شاه علارغم اینکه برخی از مسائل اسلامی رو مثل به قول شما حج میرفت، گاهی به زیارت امام رضا میومد، اما در کشور مظاهر اسلامی رعایت نمی‌شد. یعنی دلیل مخالفت اکثریت روحانیون، که روحانیون سنتی هم در این اکثریت جا می‌گرفتند که مبارز هم نبودند، هیچ وقت هم اهل مبارزه نبودند، این بود که حکومت شاه احساس می‌کردند که مظاهر اسلامی رو در کشور رعایت نمی‌کنه. البته در قبل هم آخرین نکته اینه که یک مسائلی بود مربوط به اوقاف، مثلا هنگامی که اوقاف از دست روحانیت گرفته شد یا دفاتر محضر، محضرهای عقد و ازدواج از و اسناد رسمی از دست روحانیت گرفته شد، اینها مربوط به دههای قبل بود، اینها هم بی تأثیر نبود. و آقای راهنما، از کی، حتما شما بفرمایید ولی بعدش هم به این سوال جواب بدیم، به نظر شما از کی گروه های فعال در انقلاب متوجه شدن که انقلاب داره از دست اونها به نوعی خارج میشه و میفته دست اسلامگراها؟ آیا بعد از انقلاب بود یا سالهای پایانی قبل از انقلاب همین مشهود؟ من قبل از این فقط چند نکترشون بفهم. امکان این سوال جواب و پاسخ ها نیست. ببینید در مورد ابن حنبل، من طبیعتا اشاره من اینه که بنیان اون تفکر در واقع فاندمنتالیست رو به اون میبریم و بعد از در مقابله با حکومت میایم به دوران مغول
در قرن 12 هم است که اونجا من میخوام از آقایون خواهش کنم بحث رو یه ذره متأخرتر ادامه بدیم، من که اون خیلی دیگه به قدیم حالا. اما برگردیم اون سوالی که شما اشاره کردین در مورد شاه و انقلاب سفید. ببینید دو چیز رو ما باید در نظر بگیریم. از یه طرف در واقع یادمون نره که در اون زمان کندی به شاه فشار آورد، چون که همزمان با کره هم فشار آورد که در ایران باید اصلاح طرزی بشه و تحولاتی بشه، بنابراین یک عامل بیرونی به این فشار آورد. اما طبیعتاً خود رژیم شاه هم میخواست این تحولات رو ایجاد کنه و مهمانان محترم دیگه هیچ کم اشاره نکردن که در این جریان روحانیت از یک دیدگاه بسیار ارتجاعی با این تحولات برخورد کرد. یک طرف نه تنها مسئله اصلاح طرزی، مسئله زنان. ببینید خود آقای خمینی در واقع و از جمله اعتراضاش این بود که چرا زنها باید حق رأی داشته باشن و همسرو. این مسئله ارتجاعی بودن روحانیون رو ما اصلا نباید دست کم بگیریم و نمیتونیم در واقع پنهانش کنیم. طبیعتا اون مسئله اصلاح تلاش برای این بود که این اصطلاح انقلاب رو به کار ببره، همونطور که آقای خلجم گفتن، که در واقع جایگزین اون خواستهای دیگری بشه که خب نمیتونست بشه. اما به سوال سرکار که اشاره کردین که از چه موقع متوجه شدن، ببینید بستگی داره در کجا. در نهادهای اداری، صنعتی، دانشگاهی، آموزشی و غیره عمدتاً هژمونی تا مدت‌های زیاد در دست نیروهای غیر اسلامگرا بود، یا چپ یا لیبرال و همسارا. در خیابان، در مسجد، در بازار طبیعتاً عمدتاً در دست اون اسلامی ها بود. ببینید در نهادهایی مثلا در مورد تجربه خود ما در مورد صنعت، حتی تا ماه‌ها بعد از به اصطلاح پیروزی انقلاب شما میبینید که هنوز نفوذ شوراها در اونجا زیاده، در دوران دولت موقت هست که رژیم انجمنهای اسلامی رو راه میندازه. انجمن اسلامی هم این نهادهای فاشیستی که در زمان آلمان مثل اربایت فرانت یا ژاپن سمپو ایجاد شده بودن، کار اینا در واقع ضعیف کردن شورا و ایجاد سرانجام یه نوع به اصطلاح شورای اسلامی بود در اونجا. زمانی در واقع تمام شوراها رفتن زیر ضرب، اون لحظه ایست که در واقع گروگانگیری میشه و نیست. بخشی از چپ هم در واقع بحران زده بود در اون زمینه و اون هستی ضد امپریالیستی طبیعتاً همه اینا رو عوض کرد. چون که مثلا ببینید شما حتی باز برگردیم به نکته شریعت یا آل احمد، ببینید چرا آل احمد نه تنها قهرمان به اصطلاح روشن فکر مذهبیون، بلکه حتی چپ ها بود. برای چی؟ برای اینکه مخالفت میکرد با رژیم، بر علیه غرب حرف میزد و امثالون، و سطح دانش هم اینقدر پایین بود که متاسفانه یک کسی که اینقدر ضد روشن فکر بود به مهمترین روشنفکر ایران تبدیل شده. آقای رهنما، من میخوام یه چیز دیگر هم از شما بپرسم. با توجه به اینکه شما به هر حال از اون زمینه فکری تشریف میارید، چی شد که اصلا مقاومتی به اون شکل؟ من میپذیرم، یعنی همه میدونن که به هر حال در اون دهه اول انقلاب برخورد بسیار جدی صورت گرفت با هر مخالفی و بسیاری سرکوب شدن و اعدام شدن، اما واقعا چطور بود که اگر که این انقلاب توسط چپ ها صورت گرفت و اونها یک گفتمان غالب داشتن در کشور، چطور شد که مقاومتی صورت نگرفت برای اینکه اینها حذف بشن و اسلامی اونجا شروع بگیرن؟ البته من نگفتم گفتمان غالب در کل کشور باشه، من میگم در نهادها، در شوراها و امثالهم داشتن. یعنی به هیچ وجه من توهم اینو ندارم که چپ در واقع انقدر قوی بود که میتونست بیاد میلیونها رو بسیج کنه. اون این توهم اصلا من معتقد به این قضیه نیستم. ببینین طبیعتا این خود اون پروسه‌ای که تمام دوستان هم اشاره کردن اتفاق افتاد، کاملا به تدریج این اتفاق میفته و یواش یواش هست که در واقع خب چپ خودش یه سلسله خطاها از این بر میکنه. از یک بابت تندرویایی داره در به اصطلاح نقاط مختلف کشور، در شوراها، در دانشگاه ها درگیری ها زیاد میشه و طبیعتاً
متوجه نمیشه که چه خطری در مقابلش هست. مثلا وقتی که آیندگان رو میبندن به جای اینکه در واقع زمینه یک تظاهرات بزرگ را بیفته که مانع این قضیه بشن، در واقع این کار رو نمیکنن. حتی به مراحل قبلی وقتی که اعدام های مقامات اتفاق میفته اعتراضاتی نمیشه، وقتی که زنان سرکوب میشن اعتراض نمیشه، فقط زنان هستن که این کار میکنن. خب طبیعتا اون ضعف در واقع چپ بود. من به هیچ وجه توهمی در مورد قدرت چپ در اون زمان ندارم. صحیح. اگر به امروز نگاه بکنیم، به هر حال این جالب هست که این به هر حال مسئله هست که الان هم جامعه ایران بعد از 40 سال باز هم باهاش روبرو هست. آقای خلجی، آیا فانتزی حکومت اسلامی تمام شده یا اینکه هنوز هم گروه‌هایی هستن که فکر می‌کنن که امتحان کردیم ولی این اون اسلام واقعی که ما فکر می‌کردیم نیست، باید هنوز بریم به سمت یک اسلام واقعی و یک حکومت اسلامی؟ من فکر میکنم که ایده حکومت اسلامی از بین رفته و در حقیقت هیچ گونه مبانی نظری قابل دفاعی نداره و همینطور به عنوان یک اسطوره جذابیت خودش رو از دست داده. فراموش نکنید که توده های مردم جذب نظریه و استدلال و مفهوم های دقیق فلسفی نمیشن. باید یک اسطوره هایی وجود داشته باشه که جذابیت داشته باشه و در یک شرایط خاص تاریخی هست که اسطوره هایی به وجود میان و در حقیقت گیرایی و کشش بسیار گسترده ای دارن. انقلاب جذابیت خودش رو از دست داده و همینطور حکومت اسلامی جذابیت خودش رو از دست داده. این مربوط به ایران نیست، یک روند جهانی است و در حقیقت ما هم یک بخشی از این روند جهانی هستیم. در حقیقت انقلاب ها تبدیل شدن به یک جنبش های کوچکتر، محدودتر و در حقیقت با خواسته های بسیار مشخصتر. و شما میبینید مثلا ما جنبش زنان داریم، جنبش مثلا محیط زیست داریم، جنبش هایی داریم که طرفدار یک سری آرمان های بسیار مشخصتری هستند تا انقلاب به مفهومی که ما در 40 سال گذشته داشتیم. اما اجازه بدید که من به دو نکته اشاره بکنم. یکی این که عدالت در اسلام هیچ ربطی به عدالت به مفهوم مدرنش نداره. اون چیزی که ما به عنوان عدالت در مفهوم مدرن میگیم با انقلاب فرانسه و ایده برابری به وجود آمد. ما در اسلام برابری نداریم. اسلام، فقه اسلامی یک نظام مبتنی بر رشته ای از تبعیض‌های متفاوت هست و در حقیقت در اسلام تبعیض سیستماتیک وجود داره و اسم اون عدالت هست و اون عین عدالت شمرده میشه. ما در عصر مدرن با ایده برابری مواجه هستیم. برابری در اسلام وجود نداره. مثل اینکه ما برابری حق زن و مرد میگیم، در اسلام تبعیض بین زن و مرد عین عدالت شمرده میشه. این یک نکته. نکته دیگه، وقتی که ما در ایران راجع به چپ ها صحبت میکنیم، فراموش نکنید که ما اینجور نبود که یه بخشی از جامعه چپ باشه یه بخشی از جامعه مسلمان باشه. نه، بسیاری از چپ های ما مسلمان بودن. یعنی چپ ها، جریان چپ در ایران یک جریان فلسفی نبود، یک جریانی بود که آرمان های اقتصادی چپ داشت. به خاطر همین بسیاری از رهبران چپ حتی تمایلات مذهبی داشتن و اعتقادات مذهبی داشتن یا اینکه آداب مذهبی رو رعایت میکردن، ولی خب از نظر اقتصادی چپ بودن. از نظر اقتصادی چپ بودن. نه ببین، این نکته درسته که بالاخره این، من میتونم بگم فرهنگ اسلامی بر بخشی از چپ حاکم بود، ولی به هیچ وجه نمیتونیم ما بگیم که کادرها و رهبرهای چپ مذهبی بودن. اصلا به این به هیچ وجه حرف درستی نیست. اما چپ فقط محدود به، شاید منظور آقای خلجی اینه که چپ فقط محدود به چپ سوسیالیست نبود، چون چپ یه معنی وسیع‌تری داره. ببینید، وقتی که شما میبینید به جذابیت چپ در سطح توده، اون چیزی که چپ رو جذاب میکرد در نظر توده در حقیقت آرمانهای اقتصادیش بود، نه مبانی فلسفیش. نه اینکه به اصطلاح ما هیچ موقع مارکسیزم مفهوم فلسفی در ایران به شکل توده‌ای به وجود نیامد. اکثریت جامعه ایران تحت تأثیر فرهنگ مذهبی بود و حتی بسیاری از رهبران چپ وقتی که شما خاطراتشون رو میخونید میبینید که پدرش و مادرش آدمهای شدیداً مذهبی هستند و در حقیقت در یک خانواده‌های مذهبی بودن. آیا فکر میکنید
ببینید الان جماعت در ایران اعتقادات مذهبی کمتری دارن نسبت به 40 سال پیش؟ جامعه ایران به نظر من همچنان مذهبی است، اما نوع مذهبی بودن تغییر کرده، نوع دینداری تغییر کرده. دینداری هم یک مفهوم تاریخی است، دین هم یک مفهوم تاریخی است، و من فکر میکنم جامعه ایران به رغم اون چه که ممکنه بسیاری معتقد باشند، جامعه ایران همچنان تحت تأثیر مذهب هست، همچنان جامعه مذهبی هست، ولی نوع دینداری در اون تغییر کرده و در درجه اول دینداری الگوش از انحصار روحانیت بیرون آمده. این اتفاق بسیار مهمی هست، یعنی دین در ایران الان خیلی دینی شخصی شده، آدم ها خودشون نوع دینداری خودشون رو تعریف میکنن، نوع عقاید خودشون رو تعریف میکنن و در حقیقت اتوریته های مذهبی، مرجعیت های مذهبی قدرت خودشون رو از دست دادن. متوجهم. اشارتون احتمالاً به گرایش های عرفانی از اسلام هست و گرایش هایی که این روزها هم خیلی رواج داره. آقای فرشتیان، نظر شما چی هست؟ بله، من یک نکته عرض کنم که آقای خلجی بحث رو از مسیری که در مورد عدالت اجتماعی میگفت ایشون وارد بحث برابری فقهی و حقوقی کردند. بحث از اینجا شروع شد که در قبل از انقلاب انقلابیون نگاه عدالت خواهانه داشتند، چه مسلمان و چه غیر مسلمان، و این نقطه اشتراک این بحث رو که اونجایی که من مطرح کردم نگاه عدالت خواهانه داشتند، یعنی از شما از شریعتی بگیرید، از چپها بگیرید، روحانیت بگیرید، نگاه عدالت خواهانه داشتند. آقای خلجی رو برگردوندن به بحث در این کاتگوری قرار نمیگیره. بله، چرا اتفاقا در حد خودش گام به گام در همین بین شریعتی یکی از کارهایی که میکرد، ما هر گفتمانی رو باید در زمان خودش ببینیم. شریعتی زنها رو میکشون به حسینی ارشاد، زنها رو میکشون به دانشگاه، حتی گفتمان عدالت اجتماعی اسلام رو در صدر اسلام ما باید در همون زمان خودش بکشونیم که ببینیم در همان زمان همچنان که اسلام اومد با قوانینی در مورد بردهداری رو کم کم از بین برد. همچنین در مورد حقوق زنان امروز ما داریم به این سمت میریم. الان فقیهانی حتی در همین حوزه علمی قم مثل آیت الله ثانی در بسیاری از موارد بحث برابری میگن، مثل دیه، مثل موارد دیگری. یعنی این ما داریم به همون سمت پیش میریم. این بحثی که در قبل از انقلاب بود، این که انقلاب شد نگرانی مردم این نبود که چرا ارث زن و مرد متفاوت است. وقتی ما میگیم اونجا انقلاب شده، یکی از دلایل انقلاب عدالت خواهی بود، بعد آقای خلجی برمیگردن میگن که نه، در بحث اصلا فقه در اسلام گفتمان عدالت نداریم. مگر در اصل انقلاب که گفتم بنده عدالت به خاطر عدالت خواهی انقلاب شد، گفتمان عدالت خواهی انقلاب شد، مگر گفتمان عدالت خواهی این بود که چرا زمان شاه ارث زن و مرد برابر نیست؟ اصلا این ربطی به هم نداره. اون برابری حقوقی است با این عدالته. عدالت خواهی ما را سرانجام به سمت اون برابری هم خواهد رساند، همچنان که ما میبینیم گام های بزرگی برداشته شده و امروز حتی با 40 سال پیش متفاوت هستیم. اما در مورد دینداری نسل جدید، من فکر میکنم دینداری نسل جدید کلا با نسل های قبل متفاوته. یعنی نسل جدید خودشون اومدن یک میشه گفت دینداری گزینشی میکنن، یعنی نوعی از هر جایی مقداری مطلب رو برمیدارن، و این با دینداری تقلیدی که نسل قبل داشتن، یعنی نسل قبل به صورت مقلد از کسی عرض کنم که فتوای او رو میگرفتن و در همه موارد از او تبعیت میکردن، به نظر میرسه ما از این نوع دینداری داریم اندک اندک خارج میشیم. اجازه بدید من یک سوالم از آقای رهنما بکنم. آقای رهنما، به نظر شما گرایش های چپ الان در ایران چقدر نقش داره؟ در این سال اخیر به خصوص با جنبش های کارگری او یک دقیقه وقته. فقط قبل از اون باید مجبورم اشاره کنم که در مورد اون سال قبلیتون که جامعه ایران یک جامعه ایست که به نسبت تمام منطقه کشورهای اسلامی در واقع سکولرترین جامعه حتی بوده، حتی الان هم هست، و طبیعتاً هم سوال شما که آیا آینده‌ای داره این رژیم اسلامی؟ رژیم اسلامی نداره، اما این به معنی از بین رفتن طبیعتاً اسلام و مسلمانی نیست، ولی به شکل دیگری میمونه. مبارزه الان برای ایجاد یک حکومت سکولار و دموکراتیکه. در مورد چپ، طبیعتاً چپ یه طیف وسیعی رو تشکیل میده. چپ از یه طرف یه بخش از چپ هست که چپیست که میگه معتقد هست که ما آرمان هامون رو باید به تدریج پیش ببریم، به شکل دموکراتیک پیش ببریم، و یه بخش از چپ هم هست که در واقع میگه که نه، ما همون در واقع به شکل انقلاب سوسیالیستی باید ببریم جلو. تا چه حد اینا قدرت دارن اون خودش یه بحث بسیار جداگانه است که من نمیدونم. بسیار ممنونم از شما، ممنونم از هر سه شما آقایون، آقای فرشتیان، آقای راهنما و آقای خلجی. متشکرم که در این بحث شرکت کردید.
ممنونم از شما که با این صفحه دو همراه بودید. صفحه دوی ویژه روز دوشنبه را از دست ندید. شب و روزتون خوش.